قبل از انقلاب طراح سوالات امتحان نهایی بودم. بعد از انقلاب یه آخوندی از انجمن اسلامی اومد و گفت درسته که شما خیلی با سابقه ای و درست کار، ولی دیگه الان اوضاع مملکت عوض شده خواهر. در جمهوری اسلامی بهتره که مدیر مسلمان باشه، شما که یهودی هستی دبیر باشی. انگار یک کاسه آب یخ ریختن رو. خیلی به هم برخورد. بعد از این همه زحمتی که واسه این مدرسه کشیده بودم، شاگرداش از 250 تا رسیده بودم به 1500 تا. حالا چون مسلمان نیستم باید همش ندیده گرفته بشه. خودم محترمانه استعفا دادم و رفتم مدرسه ارامنه کار گرفتم. تجربه خیلی بدی بود. دختر جوونی به قصد خودکشی خودش از طبقه سوم پرت کرد پایین. من سعی کردم بگیرمش، کاری که اگه مادرش بود میکرد. بد جوری صدمه دیدم. برای معالجه خواستم برم خارج از ایران ولی نتونستم ویزا بگیرم. جنگ ایران و عراقم بی تأثیر نبود در روحیه خرابم. روزگار غریبی بود. میدونی من زندگی تو ایران رو دوست داشتم. تو محلمون زرتشتی بود، یهودی بود، مسلمون، باهایی. بچه هامون با هم بازی میکردن، همه با هم دوست بودن. مادرها مواظب به بچه های همدیگه بودن. محل خوبی بود. پر از امنیت. پر از محبت. خاطرات خوب تهران. اون کوچه با آقای شمرون. اونجا که صدای بارون میومد از توی نافدون. همه جا عطر گل یاس. ای بونامون پر گل. آدماش عاشق مهمون. بهترین خاطرات زندگی مال اون موقع است. تابستون سال 1989 از راه زمینی از ایران خارج شدیم. به همون گفتن امن‌تره. آمریکا ما رو با آغوش باز پذیرفت. زندگی رو از سر گرفتیم. بچه ها وارد مدرسه شدن. زندگی رو غلطک افتاد. وقتش بود که واسه خودم کاری دست و پا کنم. رفتم تو مدرسه پسرم به عنوان داوطلب شروع به کار کردم. یه روز مدیر مدرسه از من خواست با یه پسر بچه ایرانی صحبت کنم ببینم مشکلش چیه که از صبح که بیاد بچه های مردم رو میزنه و به معلم ها بی احترامی میکنه. بچه بیچاره مشکلش خانوادگی بود. گفت تو ایران خونمون بزرگ بود. من و برادرم هر کدوم یه اتاق داشتیم. اینجا هر سه توی اتاق میخوابیم. پدر مادرم همش با هم دعوا میکنن. ما اینجا هیچ کس رو نداریم. همین اتفاق باعث شد که انجمن مادرای ایرانی رو تو اون مدرسه درست کردم تا هم کمکی باشه به بچه ها، هم راهنمایی باشه برای مادرها که از هم یاد بگیرن چطوری با این مشکلات مهاجرت روبرو بشن. خیلی مورد توجه مدیر مدرسه قرار گرفتم. خودم هم رفتم یه دوره تعلیم و تربیت دیدم تو دبیرستان دیگه‌ای به عنوان کاریاب جوانای عقب افتاده استخدام شدم. از اینکه تونستم به بچه‌ها کمک کنم خیلی خوشحال بودم. دوران خوبی بود. مثمر ثمر بودم. تا اونجایی که تونستم و از دستم بر اومد سعی کردم دینمو به این مملکت ادا کنم. حالا دیگه کار نمی‌کنم. شوهرم یکم کسالت داره. احتیاج به توجه و مراقبت داره. بچه هم ازدواج کردن، نوه دارم، سرم گرم اوناست. میدونین، پدر مادرها تو این انقلاب خیلی صدمه خوردن. شاید خیلی از پدر مادرهای دیگه احساس منو داشته باشن. احساس بی سوادی. از اینکه هیچ وقت نتونستم اونطور که باید راهنمای تحصیلی خوبی بر بچه هم باشم، همیشه احساس کمبود کردم. هیچ وقت نتونستم اون مادر کاردانی که تو ایران باشم بودم اینجا باشم. ولی خب گذشت.